تحقیقات یک نهاد حقوق بشری نشان میدهد که در یک سال گذشته نزدیک به 3000 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. سلام بر شما 14 دسامبر و برابر با 23 قوس است. با وجودی که طالبان ادعا میکند پس از روی کار آمدن این گروه در افغانستان امنیت برقرار است اما آمارها و شواهد نشان میدهد که افغانستان به جهنمی برای شهروندان کشور مبدل شود. از لحاظ روحی و روانی و اقتصادی مردم در وضعیت بسیار بد و نگران کننده قرار دارد در همین حال یک نهاد تازه تأسیس حقوق بشری موسوم بر رواداری یافته های خود درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان در یک سال گذشته را مورد بررسی قرار داده و منتشر کرده است در این گزارش آمده است که در جریان یک سال گذشته نزدیک به 3000 غیر نظامی افغانستانی در نتیجه حملات مرگبار تروریستی و حملات هدفمند کشته و زخمی شدند رواداری نوشته است که 210 نفر که عمدتا شامل کارکنان نهادهای امنیتی و دفاع حکومت پیشین قضات وکلای مدافع مدافعان حقوق بشر سارانوالان افراد منصوب به خیزشهای مردمی کارکنان پیشین موسسات دولتی و غیر دولتی و شهروندان غیر نظامی بودند متهم به همکاری با گروه داعش جبهه مقاومت ملی و دیگر گروه های مخالف طالبان هستند و به طور سیستماتیک به هدفمند توسط این گروه کشته و زخمی می شود. اما شهروندان کشور میگوید آمار قطعا ده برابر این است آنچه که طالبان در افغانستان بر مردم میآورند و تحمیل میکنند بیشتر از آنچه است که در رسانه ها و توسط نهادهای حقوق بشری مستند می شود زیرا گروه طالبان در اکثر جاها رسانه ها را سرکوب کرده و به کسی اجازه فیلمبرداری و یا مستندسازی را نمیدهند با این حال یافته های این گزارش شامل موارد نقص جدی حقوق بشر و نقص حقوق شهروندان کشور از 15 آگست 2021 میلادی تا 15 آگست 2022 میلادی را بیان میکند. پیش از این نیویورک تایمز نیز گزارش کرده بود که طالبان در شش ماه اول حاکمیتشان بر افغانستان نزدیک به 500 نفر از نظامیان و کارمندان حکومت پیشین را کشتند و یا ناپدید کردند. رواداری یک شبکه متشکل از فعالان حقوق بشر است که بررسی و سازی و وقایع نقض حقوق بشری در افغانستان را مورد بررسی قرار میدهد شهزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر ریاست نهاد رواداری را بر عهده دارد اما سوال شهروندان این است طالبان تا چه زمان به کشتار و ایجاد وحشت ادامه میدهد شهروندان کشور میگه طالبان به جای برنامه‌ریزی برای آینده افغانستان ایجاد سیستم حکومتداری و رفع مشکلات اقتصادی مصروف کشتن شهروندان افغانستان و ایجاد وحشت است شهروندان کشور میگه در حالی که مردم از گرسنگی در حال تلف شدن است طالبان میلیون ها افغانی با زور میله تفنگ و تهدید از آنان میگیرند این گونه نان را از دهن فقرا میگیرند و کودکان و زنان و مردان که مجبورن حتی یک ودنانشان را کمتر کنند.